سرخط خبرها. کنفرانس فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا به دلیل دعوت از طالبان لغو شد. برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل شد. منبع: هیئت طالبان وارد انقره شد. و در پایان، رهبر داعش شاخه خراسان در صفوف طالبان نفوذ کرده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا برنامه آنلاین را که قرار بود روز شنبه با حضور دو عضو ارشد طالبان برگزار کند، یک روز پس از نشر تبلیغات آن در صفحه فیسبوکش لغو شد. با گزارش SBS، این کنفرانس که هدف آن بحث درباره آینده افغانستان عنوان شده بود، قرار بود با حضور سهیل شاهین و سید عبدالبصیر صابری، دو عضو ارشد طالبان، راتب جنید رئیس فدراسیون شوراهای اسلامی و شیخ عبدالقدوس الزهری، یکی از مفتیهای اعظم استرالیا برگزار شود. برگزاری این کنفرانس با انتقادها و مخالفتهای گسترده جامعه افغانهای مقیم استرالیا روبرو شده بود و برخی آن را شرم‌آور و توهین آمیز برای مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیتهای قومی توصیف کردند. گفته شده است که حکومت ایالتی رسماً از فدراسیون شوراهای اسلامی خواسته که این برنامه را لغو کند. راتب جنید رئیس فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا گفته که این سازمان با گسترش واکنش‌ها برنامه خود را لغو کرده است. گروه‌های از سازمان‌های متعلق به افغان‌های استرالیا در بیانیه از فدراسیون شوراهای اسلامی خواسته بودند که دعوت خود را از اعضای طالبان پس بگیرد و جامعه افغان‌های استرالیا بدون قید و شرط عذرخواهی کند. برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل شد. شرکت برق برشنا اعلام کرده است که کارمندان فنی این شرکت در دقایق پیش جریان برق وارداتی را که در بغلان قطع شده بود دوباره وصل کردند. برق وارداتی ازبکستان شب گذشته به دلیل بروز عارضه در ساحه دند شهاب الدین ولایت بغلان قطع شده بود. در پی این عارضه برق کابل و چندین ولایت قطع شده بود. افغانستان به شدت متکی به برق وارداتی است. پیش از این هم بارها جریان برق وارداتی به دلیل جنگ و انهدام پایه‌های برق قطع شده بود. منبع: هیئت طالبان وارد انقره شد. یک منبع در وزارت خارجه ترکیه ورود هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی به انقره را تایید کرد، به گزارش اسپوتنیک. یک منبع در وزارت امور خارجه ترکیه تایید کرده است که هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وارد انقره شدند. پیش از این عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در تویتر خود نوشته بود که یک هیئت بلندرتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی عازم ترکیه شده است. وی همچنان نوشته است که در این سفر قرار است درباره برقراری ارتباط بهتر میان دو کشور، کمک‌های بشردوستانه، تجارت و برخی از موضوعات دیگر گفتگو شود. منبع بدون ارائه جزئیات گفت یک هیئت طالبان برای مذاکره به ترکیه آمده است. امیرخان متقی، مولا خیرالله خیرخوا، عبدالحق وسیق، مولوی نورجلال جلالی، شیخ شهاب الدین دلاور، محمد سهیل شاهین، محمد ابراهیم، عبدالقهار بلخی از جمله اعضای این هیئتند. گفتنی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز یکشنبه 18 میزان برای گفتگو با مقامهای آمریکایی به قطر رفته بود. رهبر داعش شاخه خراسان در صفوف طالبان نفوذ کرده است. خبرگزاری رها. یک مقام بلندپایه طالبان گفته که یک رهبر ارشد گروه تروریستی داعش شاخه خراسان که هویتش همچنان نامعلوم است در صفوف امارت اسلامی طالبان نفوذ کرده است. نشنال انترست می نویسد که گروه داعش شاخه خراسان گرچه به لحاظ تعداد اعضای اندک می باشند، اما تاکنون حملات فعال و گسترده‌ای را در افغانستان انجام داده است.
پیشتر گروه داعش شاخه خراسان علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت میکرد و هم اکنون که آن دولت سقوط کرده و طالبان امارت اسلامیشان را مجددن تشکیل داده علیه این گروه اعلام فعالیت کرده است. تصمیم رهبر طالبان برای تمرکز روی حکومتداری در افغانستان بر اساس برداشت‌های این گروه از شریعت اسلامی و اجازه ندادن به گسترش این برداشت به خارج از مرزهای افغانستان احتمالاً سبب شده تا به مزاج شماره جنگجویان پیاده این تصمیم خوش نیاید و تصمیم به پیوستن به گروه‌های افراطی‌تر مانند القاعده و داعش شاخه خراسان بگیرند. گرچه گمانه های دیگر هم وجود دارد مبنی بر این که برخی از سربازان پیاده طالبان همچنان در صفوف خود را نگه داشتند و یا حتی جنگجویان تازه وارد نظام طالبان شدند تا ماموریتشان را به نحوی به سمت انجام خشونت های بیشتر در افغانستان سوق دهند. به دنبال آن رهبر طالبان به فرماندهانشان دستور داد تا پیشینه سربازان پیاده مورد بررسی قرار بگیرد به امید آن که اعضای گروه های افراطی که خود را در میان طالبان پنهان کردند شناسایی گردد. یک مقام ارشد طالبان به سی بی اس گفته است که معتقد است یک رهبر گروه داعش شاخه خراسان که هویتش همچنان نامعلوم است به صفوف طالبان نفوذ کرده است. این مقام طالبان میگوید که این رهبر تروریستی میان اعضای داعش با نام شهاب المهاجر شناخته می شود، اما شایع است که نام افغان او ثناءالله باشد گرچه به طور قطعی تایید نشده باشد. لازم به ذکر است که گروه تروریستی داعش شاخه خراسان سال گذشته و پس از آن که عبدالله اورکزی توسط نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان دستگیر شد، شهاب المهاجر را به عنوان سرپرست جدید این شاخه تروریستی معرفی کرد. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان در همین حال این فرضیه را که شهاب المهاجر به درون صفوف طالبان نفوذ کرده باشد را رد میکند. وی اما میگوید که امارت اسلامی طالبان موفق به بازیابی فایل ها و اطلاعات دولت پیشین نشده است که می توانست در تشخیص هویت اعضای گروه تروریستی داعش کمک کند. استقرار نظامیان امریکایی در ازبکستان برنامه ریزی نشده است. وزیر خارجه ازبکستان گفته است که هیچ توافق در مورد استقرار نظامیان امریکایی در کشورش صورت نگرفته است. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در واکنش به گزارش ها در مورد استقرار نظامیان امریکایی در این کشور اظهار داشت که تا هنوز هیچ توافق صورت نگرفته و این موضوع ارزشمند نیست. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. روزتان خوش.